ادامه مقاله 33. پس همیلتون شروع کرد با اینی که دو قسمت قانون اساسی آمریکا رو نشون داد، گفت این مخالف ها خیلی به ما هی اشاره میکنن که این قسمت های قانون اساسی تو زیادی رفتید. خب اون قسمتیه که خیلی هم مهمه که بهش میگن necessary and proper clause. necessary یعنی لازم، necessary یعنی لازم، proper میشه شایسته، بجا، درست، ولی اینجا میشه متناسب و مقتضی. یعنی بایستین وقتی یه قانونی رو می نویسید، روی کتاب می نویسید، توی دفتر قانون می نویسید، بایستین به اندازه کافی حق و اجازه بدید به مجری قانون که بتونه این قانون رو ثمرمند بکنه دیگه. بی خودی که آدم قانون نمی نویسه، می نویسه که یه نتیجه ازش بگیره، جلوی یه چیزی رو بگیره، کمک بکنه یه چیز دیگه. این داره میگه حواستون نباشه وقتی به دولت مرکزی حق دادید، بعد با اون حق necessary and proper که طبق این necessary and proper clause بهش اجازه میدید که برای ثمر رسوندن اینا یه کارهایی رو بکنه. میگه اینا که مخالف ما هی بهونه میگیرن که این چیه اینجا نوشتید، شاید مثلا اینا بخوان دیکتاتوری بکنن و زیاده روی بکنن و اینا. بعد قسمت بعدی که میگه بند دوم اصل 6 قانون اساسی میگه the constitution and the laws of the United States made in pursuance thereof and the treaties made by their authority shall be the supreme law of the land. میگه یه جایی بایست این قانون منتهی بشه دیگه، و یه جایی هم بایست این ما تصمیم بگیریم که حرف آخر رو در قضاوت کی میزنه. پس ما بایست این اجازه بدیم که این دولت مرکزی وقت قوه قضاییه رو راه انداخت، اونا بتونن تصمیم بگیرن که حرف آخر رو در مورد قانون را بزنن که میگه supreme law of the land، یعنی قانون عالی این مملکت باشه، یعنی حرف آخر رو اونا بزنن. که بعدن مقاله 78 فدرالیست رسیدیم، خود همیلتون شروع میکنه اونجا راجع به قوه قضاییه صحبت میکنه و یه مقداری اونجا شرح میده. خب میریم پاراگراف بعدی. These two clauses have been the source of much virulent invective and petulant declamation against the proposed constitution. They have been held up to the people in all exaggerated colors of misrepresentation as the pernicious engines by which their local governments were to be destroyed and their liberties exterminated, as the hideous monster whose devouring jaws would spare neither sex nor age, nor lie, nor high nor low, nor sacred nor profane, and yet, strange as it may appear, after all this clamor, to those who may not have happened to contemplate them in the same light, it may be affirmed with perfect confidence that the constitutional operation of the intended government would be precisely the same if these clauses were entirely obliterated. اینا رو خوندم، چند تا لغت قشنگ هم داره که میگم بهتون، ولی لب مطلب رو
بذارید در مورد این مقاله بگم. این میگه که این مخالفا که با ما مخصوصا سر این دوتا بندای این ماده های مختلف مخالفت دارن و شر را انداختن و حرفای دریوری و چرت و پرت و اینا میگن، اینا باید اول آخر قبول بکنن که اولا به یکی میگی تو این قانون اجرا بکن، باید بهش به اندازه کافی هم حق بدی، اجازه بدی که دنبال قانون شکنا بره. یا اگه قانون دوتا ایالت یا بین یه ایالت و دولت مرکزی یه بگومگویی شد و یه جایی به اختلاف رسیدن، یکی بایستین یه قانون باید سوپریم لاو آف د لند باشه، دیگه بالاترین قانون باشه که ما باید به اون نگاه بکنیم و اون حرف آخر بزنه. و از طرف دیگه اینو بایستین به مردم یا به حالت فرهنگیش بکنیم که همه بدونن که این قانون اساسی دولت مرکزی is the supreme law of the land و هر قانونی تو هر ایالتی که توسط اون دولت مردای اون ایالت ها نوشته بشه، اگه این قانون اساسی بگه که اون قانون درست نیست، یا اگه قانونی بنویسن که با پیمانایی که ما بستیم با کشورهای دیگه، با تریتیایی که با کشورهای دیگه بستیم مغایرت بکنه، اون با اون قانونا باطله. خب این حرف آخر رو سوپریم لا آف د لند، این قانون اساسی دولت مرکزیه. و از اون برم میگه وقتی شما این اصلا به عقل جور در نمیاد که یه کشوری رو بخواید اداره بکنید و حرف از قانون بزنید و قبول نکنید که یه قانون بالاخره آخر سر مد نظر آدمه، اون قانونی که حرف آخر میزنه. پس این اینا که مخالف ما هستن اصلا حرفای خیلی غیر منطقی و احمقانه میزنن. یکی از مورخا میگه این واژه سوپریم آف لا آف د لند و احتمال داره از همون مگناکارت گرفته باشن که گفتیم از انگلیس از سال 1215 اومده بود بیرون و یواش یواش پای و اساس آزادی قانونی مردم انگلیس و بعد مردم آمریکا به حساب میاد. و از طرف دیگه میگه این همیلتون خیلی حرف از مانستر رو اینا میزنه تو بعضی از این جمله ها، هیولا و اینا. اون زمان یک نویسنده انگلیسی مشهوری بود به نام الکساندر پوپ، بذارید اسمشو بنویسم، این الکساندر پوپ که نویسنده مشهوری بود، میگه این توی یکی از این بازیایی که نوشته بود، بازیای تئاتری و یا مقاله‌ای که نوشته بود، این واژه رو یکی دو سه مرتبه استفاده کرده و احتمالاً همیلتون و اینا چون خوششون میومد از اون، هی بعضی وقتا این واژه رو میارن توی این مقاله، واژه مانستر و پولیتیکال مانستر و هیولای سیاسی و این برنامه ها. بعد اون مگناکارتا هم که گفتم اگه یادتون باشه، The Great Charter، مگناکارتا لاتینه دیگه، کارتا که همون چارتره و مگنام همون گریت، مگنیفیسنت.